سلام، به کلاس نقاشی مادر خوش آمدید. تا الان وقت داشتیم با خودمان روبرو شویم و نامه هم برای خودمان نوشتیم. چطور بود؟ شما زمانی را صرف روبرویی با خود و پذیرفتن خود همان گونه که هستید گذراندید. امروز و کلاس بعدی زمان برای داشتن قلب عاشق برای دیگران خواهد بود. وقتی متوجه شدید که ارزشمند هستید، متوجه خواهید شد که دیگران نیز مانند شما ارزشمند هستند. وقتی خود و دیگران را دوست داشته باشید، می توانید جامعه ای ایجاد کنید که در آن خشونت وجود نداشته باشد. یک لحظه به کسی فکر کنید که دوستش دارید و به او اهمیت می دهید. این می تواند یک عضو از خانواده، دوست، همسایه یا هر کسی دیگر باشد. من مطمئن هستم که افراد زیادی به ذهن شما می رسند. اما برای امروز بیایید فقط به یک نفر فکر کنیم. آیا کسی هست که چندان دوستش نداشته باشید اما تلاش کرده اید و هنوز هم تلاش می کنید یا دوست دارید در آینده دوستش داشته باشید؟ این زمان خوبی است تا بفهمید آن شخص نیز برای شما موجودی ارزشمند است. اینطور فکر نمی کنید؟ پس اکنون عمیقا به آن یک نفر فکر کنید که چقدر برای شما ارزشمند است. اگر قبلا متوجه نشدید که او چقدر ارزشمند است، امیدوارم این زمان را صرف کنید و به این فکر کنید که او چقدر برای شما ارزشمند بوده است. حالا به آن شخص فکر کنید. اگر با اون شخص فکر کردید، ویدیو را برای لحظه ای متوقف کنید و اون شخص را معرفی کنید که او چه کسی است و هر چیزی که می خواهید در مورد آن شخص به اشتراک بگذارید، اشتراک گذاری کنید. حالا اجازه دهید فعالیت امروز را توضیح دهم. در حالی که به ارزش گرانبهای آن شخص فکر می کنید، نقاشی می کشید. چیزهای زیادی وجود دارد که می توانید فکر کنید. اگر تصویری از آن شخص در آلبوم خود دارید، می توانید در حین طراحی به آن نگاه کنید یا می توانید یک نقاشی بکشید که می خواهید به عنوان هدیه به آن شخص بدهید. آیا خاطرات خوبی با آن شخص به یاد می آورید؟ سپس می توانید موضوع یا منظره ای را با آن خاطره ارزشمند ترسیم کنید. شما می توانید هر چیزی را بیان کنید. هر تصویری که وقتی به آن شخص فکر می کنید یا چیزی که او دوست دارد به ذهنتان می رسد. هر چیزی که باشد خوب است و ارزشمند است اگر آن را از صمیم قلب خود نسبت به کسی که دوستش دارید ابراز کنید. هر چیزی خوب است به شرطی که نقاشی باشد که عشق شما نسبت به آن شخص را در خود داشته باشد. نقاشی تمام شده را به فردی که دوستش دارید هدیه می دهید. برای این کار باید کاغذ را به اندازه مناسب قاب ببرید. ابتدا کاغذ را به اندازه 10 در 15 سانتی متر برش دهید. سپس طراحی را شروع کنید. بعد از اینکه نقاشی تمام شده خود را داخل قاب گذاشتید، سعی کنید نامه ای را که دفعه قبل ساخته بودید بسازید و یک نامه بنویسید. البته نقاشی به تنهایی هدیه ارزشمندی خواهد بود. اما اگر همراه آن نامه ای نیز بدهید، هدیه زیباتر و خاص‌تری خواهد بود.
هدیه را آماده کنید و تصور کنید که عزیزتان با دریافت هدیه شما چقدر خوشحال می شود. اکنون ویدیو را متوقف کرده و فعالیت را شروع کنید. نمیدانم هنوز آنچه را که در کلاس اول درباره کرامت به شما گفتم به خاطر دارید یا نه. من به شما گفتم که کرامت چیزی است که ارزش دارد چون ما وجود داریم. و حتی یک نفر در این دنیا نیست که لیاقت زندگی کردن را نداشته باشد. من این را تنها پس از ایمان به عیسی فهمیدم. پیش از این ارزش افراد را بر اساس معیارها و دیدگاه‌هایم ارزش‌یابی می‌کردم. من به خصوص در مورد خودم بسیار سختگیر بودم و خودم را ارزشمند نمی‌دانستم. با گذشت زمان احساس کردم بدن و ذهنم در حال از هم پاشیدن است و احساس می‌کردم در آشفتگی به سر می‌برم. در واقع بسیاری از مردم بدون اینکه متوجه باشند چقدر باوقار هستند زندگی می‌کنند. درست مثل من سابق. من فکر میکنم بیشتر مردم به تنهایی متوجه نمیشوند که با کرامت هستند. به محض اینکه به دنیا میاییم توسط والدین خود تربیت میشویم. اگر والدین نتوانند از ما مراقبت کنند، اقوام از ما مراقبت میکنند یا در مراکز نگهداری از کودکان بزرگ میشویم. چی پدر و مادر باشد و چی شخص دیگری که از طرف آنها عمل میکند، یک نوزاد جوان برای رشد سالم به کمک و محبت یک سرپرست نیاز دارد. کودکانی که تحت مراقبت گرم قرار نمی گیرند و مورد خشونت قرار می گیرند یا با تماشای آن بزرگ شده اند اغلب زخمهای پاک نشدنی در قلب خود دارند. اگر کسی در کودکی عشق عمیق را تجربه نکند متوجه نخواهد شد که وجودش چقدر ارزشمند است. وقتی مراقبت و محبت گرمی از نزدیکترین سرپرست دریافت نمی کنید چگونه می توانید متوجه شوید که ارزشمند هستید؟ اطرافیان شما به غیر از والدین چه تأثیری در ارزش وجودی شما دارند؟ فرض کنید شخصی وجود دارد که همیشه مورد آزار و اذیت همسایگان قرار می‌گیرد و از طرف فردی است که همیشه در کنار همسایه مهربان و دوست داشتنی است. چه کسی می‌تواند برای وجود آنها ارزش بیشتری قائل شود؟ طبیعتاً آن فردی که با مهربانی و محبت رفتار می‌کند. و محیط اطراف چه تأثیری دارد؟ چی کسی برای خود ارزش بیشتری قائل است؟ کسی که در جامعه پر از جنگ و خشونت زندگی می کند یا کسی که در جامعه امن و آرام زندگی می کند؟ البته این باید کسی باشد که در جامعه آرام زندگی می کند. به همین ترتیب ما ارزش وجود خود را با تأثیر پذیری از سرپرستان و اطرافیان درک می کنیم. به همین دلیل است که افراد اطراف شما و اطرافیان واقعا مهم هستند. اما آیا این به این معناست که فردی که مورد توجه والدین قرار نمیگیرد یا اطرافیان او را دوست ندارند و در محیطی ناامن بزرگ شده است هرگز نمیتواند ارزش وجود خود را تا پایان عمر درک کند؟ نه واقعا. اجازه بدهید توضیح دهم که چرا. بیایید بگوییم شخصی وجود دارد که محبت سرپرست و همسایگان را تجربه کرده و در جامعه بزرگ شده است که در آن خشونت وجود ندارد. آن شخص کدام احساس را بیشتر تجربه میکند؟ آیا این عشق نخواهد بود؟ والدین نمی توانند از فرزند خود به خوبی مراقبت کنند وقتی که عشق وجود ندارد. هیچ مهربانی در بین همسایه ها وقتی عشق نیست به وجود نمی آید و خشونت و قتل زمانی رخ می دهند که عشق وجود ندارد. بدون عشق نمی توانیم جامعه آرام بسازیم. اگر فقط عشق داشتیم همه چیز در صلح می بود. اما چرا اینقدر سخت است که یکدیگر را دوست داشته باشیم؟ این به این دلیل است که همانطور که قبلا به شما گفتم ما انسان‌ها ناقص و ضعیف هستیم. خیلی سخت است که با تلاش خود کسی را با عشق عمیق و صمیمانه دوست داشته باشیم، حتی خانواده‌های خودمان را. ما خانواده‌هایمان را خیلی دوست داریم، اما گاهی اوقات حتی مشکلات کوچک باعث می‌شوند نسبت به آنها حس نفرت یا حسادت کنیم. اگر عشق وجود داشته باشد نباید خشونتی به وجود بیاید، اما ما به راحتی با والدین یا خواهر و برادر خود بحث می‌کنیم و در موارد جدی می‌تواند منجر به خشونت یا حتی قتل شود. بدیهی است که ما آنها را دوست داشتیم، اما در مقطعی عشق ناپدید می شود و همه با زخم‌های زیاد باقی می مانند. از آنجایی که انسان‌ها ناقص هستند ما به چیزی نیاز داریم که کامل باشد. از آنجایی که عشق ما به راحتی می شکند و ناپدید می شود ما به عشق کامل نیاز داریم. عشقی که در هر سختی که هستیم هرگز ناپدید نمی شود. عشقی که در هر شرایط و موقعیتی که هستیم نمی لرزد. اگر در عشق بمانیم که هرگز نمی‌لرزد ممکن است ما نیز به ثبات برسیم. اگر در عشق ابدی بمانیم ما نیز می‌توانیم برای همیشه عشق بورزیم. و آن عشق کامل فقط خداوند ما عیسی است. بنابراین حتی فردی که مورد توجه والدین خود قرار نگرفته یا مورد محبت اطرافیان خود قرار نگرفته و در محیطی ناامن بزرگ شده است، وقتی عشق عیسی را تجربه می‌کند می‌تواند متوجه شود که چقدر وجودش ارزشمند است. این به این دلیل است که نه تنها من بلکه بسیاری از مردم عشق عیسی را تجربه کردند و شفا یافتند.
من دعا می کنم که همه شما آن عشق را مانند من و بسیاری دیگر تجربه کنید و امیدوارم همه ما مردم پر از عشق شویم. من صمیمانه امیدوارم جامعه ای بسازیم که والدین در آن فرزندان را با عشق تربیت کنند، که در آن مردم به همسایگان خود مهربانی و محبت نشان دهند و در آن امن و عاری از خشونت باشد. در نهایت امروز در حین انجام فعالیت و تهیه یک هدیه برای یک نفر احساس خود را به اشتراک بگذارید. من صمیمانه امیدوارم که ما به جامعه تبدیل شویم که در آن خودمان و دیگران را دوست داشته باشیم. با تشکر از توجه امروز شما.